سرخط خبرها. گروه هکری ناشناس به طالبان هشدار حملات سایبری داد. وزیر خارجه طالبان میگوید تنش در مرز افغانستان و پاکستان به نفع کسی نیست. در پی منع کار زنان در موسسات، 4 موسسه کارشان را در افغانستان متوقف کردند. باشندگان پنشیر میگویند جنگجویان طالبان در این ولایت از میز و چوکی مکاتب به عنوان چوب سوخت استفاده میکنند. نماینده ویژه آمریکا میگوید منع کار زنان در موسسات خطرهای مرگباری برای میلیون ها تن ایجاد میکند. ائتلاف زنان افغان برای تغییر میگویند مردان افغانستان باید با تعلیق تحصیل زنان مخالفت کنند. به خبرهای تازه این ساعت از کانال زنگوله خوش آمدید. امروز یک شنبه 4 جدی برابر است با 25 دسامبر سال 2022 میلادی. مشروع خبرها. گروه هکری ناشناس به طالبان هشدار حملات سایبری داد. در ادامه واکنش ها به ممنوعیت تحصیل دختران، یک گروه هکری ناشناس گفته است که سایت ها و حساب های کاربری رژیم طالبان را هدف حملات سایبری قرار می دهد. این گروه هکری روز یک شنبه 4 جدی با نشر یک نوار صوتی به سیاست سرکوب طالبان واکنش نشان داده است. در این نوار صوتی گفته شده است که طالبان معترضان به ممنوعیت تحصیل دختران را در کابل، تخار و هرات بازداشت و لاتوکوب کردند. این گروه سیاست طالبان در برابر آموزش زنان را غیر قانونی عنوان کرده و گفته است که در واکنش به این سیاست تا کنون شماری از ایمیل های اعضای طالبان و برخی از سایت های اینترنتی وزارتخانه ها را هک کرده است. وزیر خارجه طالبان میگوید تنش در مرز افغانستان و پاکستان به نفع کسی نیست. در پی درگیری های مرزی میان طالبان و پاکستان، با تازگی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در نشستی در کابل گفته است که این گروه به پاکستان با دید برادر مسلمان میبرد و آن کشور نیز باید همین کار را بکند. امیرخان متقی امروز در یک نشست معافیت از جرایم مالیاتی وزارت تجارت طالبان گفت که تشنج در امتداد خط دیورن به نفع هیچ کس نیست و پاکستان باید با افغانستان تعامل متقابل داشته باشد. و افزود که به همسایه نزدیک خود هشدار می دهیم که در امتداد خط دیورن تشنج به نفع هیچ کس نیست. امیرخان متقی افزوده است که فشار جواب نمی دهد. برای حل مشکلات جهان را به تفاهم با گروه طالبان فرا می خواند. در پی منع کار زنان در موسسات، 4 موسسه کارشان را در افغانستان متوقف کردند. به دنبال ممنوع شدن کار زنان در موسسات داخلی و خارجی از سوی طالبان، مسئولان 4 موسسه خارجی رفتن کارمندانشان را به محل کار منع کردند. شماری از کارمندان موسسات خارجی به روزنامه 8 صبح گفتند که روز یکشنبه 4 جدی ایمیل از سوی رهبری موسساتشان دریافت کردند که از آنان خواسته شده تا به محل کارشان نروند. روز گذشته در پی دستور ممنوعیت کار زنان در موسسات داخلی و خارجی از سوی طالبان، یکی از موسسات در قندهار که 120 کارمند زن داشت فعالیتش را متوقف کرد. باشندگان پنشیر میگویند جنگجویان طالبان در این ولایت از میز و چوکی مکاتب به عنوان چوب سوخت استفاده میکنند. شماری از فعالان مدنی و باشندگان پنشیر ادعا دارند که جنگجویان گروه طالبان از میز و چوکی مکاتب این ولایت به عنوان چوب سوخت استفاده میکنند. مسئولان محلی طالبان در پنشیر حضور جنگجویان این گروه در مکاتب را میپذیرند، اما درباره استفاده از میز و چوکی این مکاتب به عنوان مواد سوخت ابراز نظر نکردند. با این وصف باشندگان پنشیر خواهان تصفیه مکتب ها از حضور نظامی طالبان شدند.
یکی از باشندگان ولسوالی روخه ولایت پنشیر به عنوان گواه عینی به روزنامه 8 صبح میگوید در مکاتبی که طالبان قرارگاه نظامی ایجاد کردند میز و چوکی آنها را هم سوختاندند. مواد مخدر استفاده می کنند. خلاصه صنفهای مکاتب را ساقی خانه جور کردند. این باشنده ی ولسوالی روخه جزئیات بیشتری در این باره ارائه نمی کند. اما از مسئولان محلی طالبان می خواهد تا جنگجویان خود را هرچه زودتر از مکاتب بیرون کنند. نماینده ویژه آمریکا می گوید منع کار زنان در مؤسسات خطرهای مرگباری برای میلیون ها تن ایجاد می کند. در ادامه واکنش ها به صدور فرمان منع کار و فعالیت زنان در مؤسسات از سوی طالبان، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان این تصمیم را مرگبار توصیف کرده است. توماس ویست نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان بامداد امروز در توییتر نوشته است که فرمان رهبر طالبان در پیوند به کار زنان در مؤسسات غیر مسئولانه و مرگبار است. آقای ویست نوشته است که این فرمان خطرهای مرگباری را برای میلیون ها انسانی که به کمک های حیاتی نیاز دارند ایجاد می کند. ائتلاف زنان افغان برای تغییر گفتند مردان افغانستان باید با تعلیق تحصیل زنان مخالفت کنند. ائتلاف زنان افغان برای تغییر در پیوند به ممنوعیت دختران افغانستان از تحصیل و آموزش گفته است که از مردان افغانستان می خواهد تا در برابر این اقدام ناروای طالبان مخالفت کند. ائتلاف زنان افغان برای تغییر روز گذشته با نشر بیانیه گفت که جامعه جهانی مکلف است با چنین عقب‌گردی در مورد حقوق زنان قاطعانه اقدام کند. این ائتلاف از تمام سفارتخانه هایی که تا هنوز در کابل فعالیت دارند خواسته است تا در اعتراض به تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع دختران از تحصیل و آموزش افغانستان را ترک کنند. این ائتلاف همچنان خواهان اعمال محدودیت بر سفر همه رهبران طالبان از سوی جامعه جهانی شده است. این بود خبرهای این ساعت که از کانال زنگوله تقدیمتان شد. برای دیدن و شنیدن اخبار بیشتر در مورد تحولات تازه افغانستان و جهان با کانال زنگوله همراه باشید.